Assalamu alaikum dostum Yaziz, inshallah kay golos migranta me boshad va man Habibullo Qurbonov ba shuma hastam. Umedvor hastam ki dostum Yaziz hama tansihat u khub u khushhol hastid. Dostum giromi ki tavr ki az nomi video alaka shuma ogah gashtid, imruz dar baraye ba'zi qonunhoye ki Vladimir Putin qabul kardan va in qonunho albatta ki ba muhojirat dakhl dorad va mo muhojiron chun dar Rossiya qaror dorem boyad az in qonunho ogoh boshem. همین در همین موضوع یک چند قانون ها رو با شما صدا کرده می فهمونم. دوستان گرامی مثل همیشه سرپرستی شبکه گلوس میگرانت شرکتی دوو رو با شما توصیه می دهم چون که داروهایشون در حقیقت صفتی اعلی هست. ما رو با روسی میگم که پدلدی دیگون بار نکرده اند. داروها دارن برای مرد ها و همچنین زن ها هم استفاده می برند که اپیمیدیوم نایپاستا و مانند این مکان هست. بسیار سخت فایده دارد، بسیاری ها نغز میخرند این چیز رو و همچنین مزه ها است برای شمال خوردگی، میان درد، نگروسکا، استخوان ها برای همین چیزها این مز کلیکوین نوم دارد و همچنین مسئله خیل با یکی از مسئله های مشهوری میانی مهاجرانی مگشته است که برای گرده ها، برای پیشابدان، برای همین چیزها سخت فایده میکند و همچنین مسئله چورنیتمین که روغن سیادان ها همه میدونند. بغیر از این یک چند مسئله های دیگر فربه شدن، اشتی ها گرفتن، رزوندن کرم ها بسیار مسئله های هست که در اینجا فروخته می شود. این اخم هایی که شما می بینید هم برای زن ها هم برای مرد ها است. برای یک چند نمودی بیماری های زنانه هم دارو دارند. زن ها می توانید به این رقم زن زده مراجعت کنید. با تمام شهر و اوبلاست ها با تمام کنج روسیه طریق پشت روان می کنند. حتما زنگ زنید. خب دوستان گرامی، امروز اولین درباره یکی از قانونهایی که قبول کرده شده است از جانب پوتین و کمی خوشحال کننده هست گپ میزنیم. اینم اویدی مهاجرانی که ویسکا کوالیفیسیرونی سپیسیالیست هستند، اویدی همینو گپ میزنیم. این گونه شخصان اول برای اونها چنین شرط بود که تا 3 سال باید یکانجا افیسیال کار میکردند و از اونجا حجت پیشنهاد میکردند و می توانستند که شهروندی خود را بگیرند موافقی برنامه ای که این حال عمل می کند. و از ماه ایول به این قانون ولادیمیر پوتین امضا گذاشت. از 2 اکتبر علاقه قوای قانونی قبول می کند و چنین تغییرات اضافه کرده شد که نفرانی که ویسکا کوالیفیسیرونی سپیسیالیست هستند می توانند مدت 1 سال افیسیال نگونجا کار کنند، از آنجا حجت پیشنهاد کنند و برای آنها گرفتن شهروندی خیر و خیلی آسان می شود. این بود یکی از قانونهایی که در همین سال قبول شده است و من خواستم که به شما برسانم. اگر شما چنین سپیسیالیست باشید، بسیار کوالیفیسیرونی باشید، مگر 1 سال کار کردگی باشید، افیسیال نه حجت گرفته توانید از جای کار کردگی تو می توانید مراجعت کنید با مقامات های داخل دار برای گرفتن شهروندی روسیه. دویم قانونی که پیشنهاد کرده شده است با ولادیمیر پوتین و به نزدیکی باید امضا کرده شود و قوای قانونی قبول کند. اینم فکر میکنم که اگر قبول کرده شود کمی به مهاجران آسانی میشود چون که اویدی گرفتن امتحان است، امتحان زبان روسی، پراویلا و تاریخ روسیه است که ما هنگام گرفتن RVP و پاتنت میسپاریم. چون تغییرات اضافه ها کرده شده است که برای گرفتن پاتنت و برای گرفتن RVP 3 ساله پیشنهاد میکنند. تا این وقت در بعضی جا 5 ساله میدادند، حالا 3 ساله اش میکنند. سرتیفیکات میتیان به مدت 3 سال و برای گرفتن ویدنجی تلس و دیگر خیلی سپردن امتحان بسروچنی، یعنی که با شما سرتیفیکات میتیان عمر بود این تو که زنده و سلامت هستید سرتیفیکات شما با کار میرود. و همچنین مرکز هایی که برای گذراندن چنین امتحان ها حالو در روسیه فقط کجا است، میرد در ساخرو در مسکو میسپوری، در مسکوفسکی اوبلاست باشد، در کراسنگورس میسپوری، در دیگر شهرها هم که باشد همون جای معین کارده مخصوص است و موفق قانون نو بسیاری ارگانیزاسیا ها تشکیلات ها میتوانند اجازه‌نامه بگیرند و از مهاجران امتحان قبول کنند. برای در این قانون اضافه کرده شده است که برای شرکت هایی که از مهاجران امتحان میگیرند جزای سخت پیشنهاد کرده شده است اگر یگان
چی گویم، یکون نغمه ها در آنجا مثلا پولی زیادی گرفتن، یکون چرز مرز کرده گذرانیدن مهاجران از امتحان، همین چیزها از شخصونی الهیده باشن اگر از 5 تا 10 هزار روبل و همچنین بلند کرده شده است تا شخصونی حقوقی یعنی که فیزلیتو تا 200 هزار روبل جریمه های مخصوص پیشنهاد کرده شده است. اکنون یک موضوع دیگر است که بسیاری ها مراجعت میکنند در مسئله نمیشود که من برای کار هست برای یک نفر بگیرم، اون رو من در یوتیوب مونم بگیرم که دوستان عزیز من اینجا یک تا زن لازم بوده است برای پاسداموی شکو، یا که نمیدونم یک کس میگوید که من یک کوارتیر دارم یک کمنتاش خالی است 5 نفر، مرحمت کای حبیب الله گیر در یوتیوب مون، من برای یک کمنت در یوتیوب موندن 70 80 100 هزار آدم تماشا میکنند در چی در کوین. از همین خاطر من چندین بار گفتم باز میگویم، حتی دست سیلکا میمونم سکچت کنید برنامه هم وطنون رو که برای من همین خیلی ابیبریلی هست، جای کار دارم، جای کار میکوبم، خونه میکوبم، کوی کمیست میکوبم، جای دارم خالی است، نفرانه که میخوان مرحمت بیان بیشینن، اسلوگا دارم برای نمیدونم دندان تبابت میکنم، یا که میتونید که شما در روید علاقه در پور از دندان تبابت میکردگی ها، یکم چیز میفروشم، یکم چیز میخرم، امین سیلکای هموطنان را سکچت کنید، یک بار در برنامه شد در آمدن ببینید خودتون از برنامه آگاه میشوید، برنامه برنامه خوب است، توصیه میدهم. اکنون دوستان عزیز میگذاریم به قانون سیوم که این هم در برای مهاجران است و برای بعضی ها خیلی ضرور است، اونهایی که تا 2019 شهروندی روسیه رو گرفته بودن، یعنی که پاسپورت روسیه که داشتن و بنابر هر خیلی سبب ها پاسپورت های اونها رو انولی رو بود کردند و گفتند که شما شهروند روسیه مین بعد نیستید. موافق قانونی نوی پوتین که از ماه ایول عملی شده است، عمل کرده استوده است و تا 2025 تا یکمی انوری سال 2025 آدم ها میتونن که رفتن مراجعت کرده دعوا کنند که ما شهروند روسیه ایم، تا 2009 پاسپورت گرفتگی ها اونهایی که سال 2011, 15, 18 گرفته بودن پاسپورت روسیه، یعنی که گراجدان روسیه رو و انولی رو بچودن با آنها داخل ندارد. مقصد در چی است که میگویم که تا 2009 همین چرز کنی و همین چیزها گویا در روسیه کم بود و آنهایی که تا 2009 پاسپورت روسیه رو گرفته بودند آنها خوب بود، آمش طرز قانونی بود است و شاید یکم کم بودی ها شده است که پاسپورت های آنها رو انولی رو بود کردن، آنها میتوانند مراجعت کنند دویم بارا شهروندی خود را به یکون کشوکش زیادی برقرار کنند شهروندیشان را. این از ماه ایولی همین سال عمل کرده شده است و در تحت قانون میتوانید مراجعت کنید، حتما رفته شهروندی خود را برقرار کنید. دوستانی عزیز بسیاری ها در کمنتری ها نویستن که حبیب الله آیدی قطر گب زن یکون چیز در برای قطر یک وقت گب زدگی بودیم، حالا یکون دیگرگونی یکون نویگری نیست و چونین گفتنی هستم که در قطر تا جایی که همه ما معلوم است مردم بنگلادش با کپی کار میکنن در آنجا، یعنی که از هم ارزان، هیچ وقت شما به این پول در آنجا کار نمیکنید، یک دویمش که آنجا خیلی و خیلی گرم است، 80% شما در آنجا توقت نمیکنید در اون گرمی ها کار کردن، دو سیومش بسیاری مردم عرب بسیارش در حقیقت فعلی غلامداری دارند، کارگران رو مثل غلام استفاده میبرند، شما این نش رو هم توقت نمیکنید در آنجا، فقط سپیسیالیست ها لازم بوده است، مثلا بهترین پاور ها، آشپز ها، خیلی برای تاکسی روندن در اونجا هم بعضی ها بچه ها میتونن که رفته تاکسی های کنن، خدمت رسانی ها یعنی سترویکا برای ما در اونجا نیست، اونهایی که یکون خیلی خدمت رسانی ها میتونن پیشنهاد کنن، سپیسیالیست یکون سوهای یکون مخصوص هستن، میتونن که اونها رو از تاجیکستان حجت کرده بعد روان کنن، مثل روسیه همونطور بلیت خریده و پریده اومده با کارا کفتن نمیشه در اونجا خیلی نیست، از اونجا شما را یکون کارفرما مکتوب میکند، شما را در اینجا قطعی اون شرطنامه بعد پریده میروید، خلاصه یک پروسسی معین است. مسئله قطر همین است دوستانی عزیز، ما اگر یکون کس استرویکا رفتنی باشد با امید استرویکا نشوید.
دوستان عزیز، خوب این بود نوار امروزه ما. خوشحال میشدم اگر کسی از این ویدیوهای ما برای خود کمی چیزی هم گرفته باشد، نوار معقول شدگی باشد، ابونه شوید، لایک مونید، با یار دوستان خود پدریتسه کنید تا اینکه اونها هم خبردار شوند. و مثل همیشه در آخری ویدیو به همه شما بردباری میخواهم. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. هر پیشنهاد هایی که دارید در کامنتار نویسید. اگر مخصوص یکم گفتنی ها داشتگی باشید در اینستاگرام نویسید، تا جایی که میتوانم وقت میابم حتما به شما جواب میگویم. خیر، خداوند نگهبانتون باشد.